قبل از اینکه گورکانیان بیان و این حرکت ها رو انجام بدن، یک کشور هندوستان دو سومش مسلمان بود، مسلمان نبودن، عرفانی تصوفی بودن در اصل. و مشکل چی شد؟ مشکل این بود که یک کمپانی هند پرتغال تولید شده بود که میخواست جاده ابریشم رو از اونجا استارت بزنه، یعنی قرار بود که از چین و از کشورهای دیگه بیان و این اجناس رو که یکی از بزرگترین کمپانی‌های تاریخ بشریته، حالا واسه توضیح میدم، یعنی بعداً این کمپانی پرتغال هند تبدیل شد به 25 میلیون برابر اپل، 20 میلیون برابر بوئینگ، کمپانی بوئینگ 20 میلیون برابر کمپانی فورد، 20 میلیون برابر. مشکل این بود که اینجا اتحادیه اروپا بود و جناب آقای پرتغال تو هندوستان بود، میخواست اجناسش رو اونجا راحت بخوره، یه گروهی در اونجا نمیذاشتن، با اون گروه عرفان تصوف درگیر بود، سیگنال میفرستن به اتحادیه اروپا که انگلیسی هم داشتن گوش میکردن، میگفتن چرا نمیتونیم خوب بخوریم، خوار مادر خاورمیانه رو سرویس کنیم، ملتش رو تجاوز کنیم، زناشون رو ببریم، پولاشون رو بخوریم. میگفت آقا یک گروه عرفان تصوف چرا نمیفهمیم، یک گروهی هستن به نام عرفان تصوف، دهن ما رو سرویس کن، دو سوم هندوستان دستشون. گورکانیان که اومدن اینا فکر کردن که یه اتفاق خوب میفته، متاسفانه گورکانیان هم که اومدن بعدن فهمیدن که از راه عرفان تصوف اینا دارن به قدرت میرسن، جنس جاده ابریشم درست میشد، هر کاری میکردن جاده ابریشم درست میشد. این وسط یه کشوری قرار داشت که اینا یا بعد از روسیه میبردن بالا که ازن سرما و پدر در، یا بعد از طریق کشتی رو تن پرتغال قبول کرده از راه کشتی بره. برای همین انگلستان کشتیش خیلی قوی شده بود، ناباش، برای اینکه نمیتونستن مثل آدم با شتر و با اسب و با گاو این جاده ابریشم رو بذارن. این وسط یه کشوری افتاده بود این وسط همیشه که اتفاقهای ناگواری برای این جاده ابریشم درست میکرد.